خوش اومدی باریش. سلام. سلام. فکر کنم کرم تو اتاقشه. نه نه، من اومدم با عمو احمد حرف بزنم. خونه نیست؟ خونه است. آقای احمد تو اتاق کار هستن. آها ممنون. خوش اومدی باریش. سلام. حالتون چطوره؟ مثل همیشه. من 5 دقیقه میشه وقتتون رو بگیرم؟ باید باهاتون حرف بزنم، واجبه. البته، بیا. خیلی خوب. خب ملیس جان، بالاخره دیدمت. بله، دیگه اینطوری شد. من اومدم، شما نبودین. با مامانم هم نتونستم بیام. آره همینطوره. خب تعریف کن ببینم، مهمونیه؟ مراسم خاصیه؟ نه همینطوری اومدم چند تا مدل انتخاب کنم. ولی شاید بهتر باشه منتظرشم مامانم هم بیاد. باشه، با هم دیگه ببینیم. هر طور که تو بخوای عزیزم. خب چی بگم برات بیارم؟ چای خوبه، چای سبز. باشه. الو آیلین جان، یه چایی و یه چایی سبز لطفاً بیار. ممنونم. دستشویی کدوم طرفه؟ برو تو این راهروی روبرو دست راست. خیلی ممنون. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ خوبم عزیزم، تو چطوری؟ منم خوبم ممنون. خوب میبینم اتون فعلا. تا بعد. این توفه همه جا سر رام سبز میشه. صبح خیر. صبح خیر. هی میگفتم زینب زینب، اینم دخترم زینب. تو دختر دمتی؟ صبح خیر خانوما. خوش اومدیم. خوش اومدیم. خیلی ممنون، خسته نباشیم. مشکلی که نیست نه؟ نه نه، صبح کار نداشت، گفت باید بیام. منم گفتم بیا، یکم دیگه هم میره. خب پس نگران نباش. دمت جان، اگه معرفی دختر خانومه تموم شد برو کارتو شروع کن. هیچ کدوممون الکی صبح اول وقت نیومدیم اینجا. این انگار مشکل روانی داره. چه خبره؟ واسه چی میخندین؟ چیزی شده؟ نه چیزی نیست. هرچی دیوونه است جمع کردن اینجا، یه آدم عاقل توشون پیدا نمیشه. والا حق با شماست، دقیقا همینطور. ببینم دختر جون، ملدا خانم خبر داره تو اینجایی؟ بله که خبر داره. زبان داره سمه. این چرا اینطور؟ چی بگم؟ بلش کن بابا. راستش عموم سالهاست نامه می نویسه. مامان بزرگم هم تمام نامه ها رو از بین می بره. منم دیروز اتفاقی نامه رو پیدا کردم. خب چی نوشته؟ مشکلش چیه؟ نمیدونم. یعنی نمیدونم مشکلش چیه. میگه میخواد با هم حرف بزنه، ولی این که میگه بیگناهه. میگه کار من نبوده. چی؟ چه میدونم. تو چی فکر میکنی؟ باور میکنی؟ نمیدونم، واسه همین اومدم با شما صحبت کنم اما احمد، چون که در این مورد فقط شما مامان بزرگم میدونین. خوب کاری کردی. میتونم حدس بزنم چی میخواییم بگین. شما میخواییم بگین با هم مخالفین؟ میخواییم بگین نرو؟ نه نمیگم. به نظرم برو ببینش. جدن برم ببینمش؟ آره، ولی اگه میخوایی بری باید همه چی رو به جون بخری. یعنی چی؟ اینو بدون چیزی رو که میخوایی بشنوی اصلا خوشایند نیست. خودتو حاضر کن، یعنی خودتو هم برای خبرای خوب هم برای خبرای بد آماده کن. باریش؟ من همیشه اینجام، هر وقت خواستی بیا. باشه؟ خیلی ممنون اما احمد. Thank you.
پس هنوز تصمیم نگرفتی ها؟ میخوام باش حرف بزنم ولی نمیتونم. اگه بخوای با هم میریم. کرم یه چیزی میخوام بهت بگم ولی ناراحت نشو فقط باشه. بگو. خب چیزه، چطوری بگم، من اگه تو نیای بهتره فکر میکنم. مطمئنی؟ خب آخه این اولین باره که میخوام ببینمش، قبلا ندیدمش نباش حرف زدم، شاید اگه تنهایی برم بهتر باشه. خب فهمیدم، با هم میریم اونجا، تو تنها برو، تو من باد نمیام. نه داداش من، تنهایی برم راحت ترم. باش اگه نظر دوست شد بهم خبر بده. باشه باشه. آخ کرم یادم رفت به زینب زنگ بزنم. الو. الو زینب، ببخشین یادم رفت بهت زنگ بزنم، معذرت میخوام. اشکال نداره، من الان محل کار مامانم هم، چی کار کنم؟ کی از اینجا بیام بیرون؟ چیزه، میخوام یه چیزی بهت بگم ولی فهمیدم نمیتونیم هم دیگر ببینیم. یه چیز، یه کاری واسم پیش اومد، واسه همین باید برم یه جایی. کجا؟ داستانش تورانیه. نیه، میشه بعدم بگم؟ باشه هر طور تو بخوای. تو الان تنها میخوای بری؟ نه میخوام بگم باران بیاد با اون برم، ولی اونم نمیشه چون با جان قرار داره. والا نمیدونم چه کار کنم. پس چیز این کرم، داداشی تو کاری داری؟ نه 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 لازم نیست، به اون نگو، من خودم ترتیب کارا رو میدم. اون میگه باشه باشه. نه چیزه، بگیر. ای بابا من چی بگم آخه؟ من که منشی شما داتا نیستم. بگیر بگیر حرف بزن، محل کار مامانشه. ته پودو حرف بزن دیگه. الو. چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ بد نیستم. چیزه، میخوای تو آدرس واسم اسمس کنی؟ من خودم میام اونجا. خیلی خوب. دمت گرم کرم. خب قضیه چیه؟ کجا باید بریم؟ به خاطر وضعیت استاد جاله میخواد اونو سورپرایز کنه، ولی خیلی طول نمیکشه. آخیرا وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم. منم خیلی ناراحت شدم، ولی زینب خیلی بیشتر از من ناراحت شد. البته خودت که میدونی با ناراحتی که این داستانا حل نمیشه. حالا یه کیک میخواد واسش درست کنه، سورپرایزش کنه، چه میدونم از اینجور چیزا، ولی خیلی وقتتو نمیگیره. چیزه، میخوای افق برسونتت؟ نه داداشی ممنون، من دیگه باید برم، خودم میرم. میبینمت. باش. راستی یادت نره خبرشو بهم بدی. باشه زنگ میزنم. آقای کرم کجا تشریف میبرین؟ تو برو تو، من میرم بیرون یکم هوا بخورم. برو تو. هر طور که شما مایلی. به خاطر نیومدن مامانم فعلا که حالمون خوبه. آره اینجوری بهترم هست. چطوری؟ خوبم، چه خبر؟ سلامتی، بد نیستم. چیکار میکنی؟ کجایی؟ منتظر مامانمم. میخوام لباس سفارش بدم بدوزم. بعد اینکه کار تموم شد بهم خبر بده. باشه عشقم. پس وقتی اینجا کارم تموم شد زنگ میزنم. باش. منم چند تا کار دارم. بعدش حتما بهت خبر میدم. خیلی خوب، کارت تموم شد، با هم دیگه حرف میزنیم. من میرم کافه همیشگیمون، اونجا منتظرت میمونم. بیا اونجا. باش. خبر از تو. باشه عزیزم، میبوسمت. خب پس خیلی که بیرون نمیمونی. چند تا کار دارم بعد میرم خونه. تو چی دیر میای؟ نه امروز خیلی دیر نمی کنم. خیلی خب، پس اگه چیزی شد خبر میدی دیگه. باشه عزیزم. اگه چیزی شد زنگ میزنم. ممنون. بای بای. برو به سلامت. سلام. سلام. مواظب باش. سلام. سلام. ما قبلن همدیگر رو جای دیگه ای ندیده بودیم؟ ببخشید من ناخواسته حرفتون رو شنیدم. شما از آشناهای تولین درمان هستین؟ نمی
نمیدونم، فکر نمی کنم. شاید هم همینجا همدیگر رو دیده باشیم. بله درسته. نلدا خانم اتاقشون هستن؟ بله بفرمایید. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. Güneşli bir güne merhaba, o nasıl başla hayata, her sabaha yenilik gerek hayata, bu yenilik sana açıyor dünyaya, yeni tatlara. میشه. واسه چی؟ انگار قیمتشو ندیدی؟ دیدم. بارانجا نگاه کن، اونجا کلی لباس هست، اونا رو ببین، تو دردسر میافتی. مزخرف نگو، واسه چی توی دردسر بیافتم؟ ببین فردا میارمش دیگه. خواهش میکنم دیگه، ببین قول میدم هیچی نمیشه، به خدا زود میارمش. نمیدونم. ببین تا حالا که چیزی نشده، همشونو برگردوندم. خیلی خوب، ولی اگه چیزی بشه، حتی یه لکه کوچیک روش بیفته، اون موقع است که دیگه کارمون تمومه. نگران نباش، هیچی نمیشه، قول میدم. نمیدونم با مامان در مورد کاراش صحبت میکنه یا نه. راستش زیاد نه، ولی در جریان کاراتون هستم. مثلا تو مسابقه شرکت کردین و خیلی خوب بوده و کاراتونم پسندیده. دقیقاً. ملیس جان، مامان تو کارش خیلی وارده. نمیدونم، شاید شنیده باشی. اگه اون نبود من اصلا وارد این کار نمی‌شدم. خیلی ممنون، مرسی. خب امروز می‌خوایم در مورد نمایش کارامون صحبت کنیم. برای معرفیشون حتما باید یه برنامه ریزیایی داشته باشم. امروز به این کار اختصاص دادم. چیز شوی لباس برگزار می‌کنی؟ وقتش که برسه حتما. خیلی خوبه. خب میدونی تو رسانه‌ها کارامون رو معرفی کردیم، ولی دیگه یواش یواش باید اونا رو به نمایش بذاریم. آقای جم خوش اومدین. سلام. سلام، حالتون چطوره؟ بفرمایید لطفا. بفرمایید. این خانم جوان دختر تولین هستن، ملیس. آه جدن؟ آره. خوشبختم. منم همینطور. بفرمایید. خیلی خوب. چه عجب. شروع نکن، بپر بالا. من نگفتم بیای، خودت که میدونی مگه نه؟ من که من خیلی دلم میخواست بیام دنبالت. خیلی خوب بابا. خیلی خوب. کجا میریم؟ برو خودت میبینی. بله، کاملا واضح و روشن بود. میشه بریم حرف نزنی؟ نلدا ببین چی به فکرم رسید. بفرمایید. ما که داریم واسه یه عکس با آژانس‌های مختلف ملاقات میکنیم. آره. چی میشه اگه از کسی که تو این کار معروف نیست استفاده کنیم؟ یعنی کسی که جوان و زیبا باشه، مثلا ملیس. زیبا و جذاب، خنده روه. نمیدونم، اصلا بهش فکر نکرده بودم. اینطوری فکر کن، مادرش طراحی میکنه، دخترش به نمایش میذاره. منو میگی؟ به نظرم خوبه. تو چی فکر میکنی ملیس جان؟ خیلی خوب میشه. نمیدونم راستش. خب
این چیزی نیست که تنهایی تصمیم بگیرم. خب البته با خانوادتم صحبت میکنیم، تو نگران نباش. آو تولین جان خوش اومدی. ماما بیا عزیزم، خیلی خوشگل شدیم. ممنون عزیزم، بیا بشین. سلام، خوش اومدی. خیلی ممنون. باریش، خوش اومدی. خیلی ممنون. وای معلومه خیلی ساله که گذشته، واسه خودت مردی شدی پسر. بیا تو. آقای احمد، بهیجه خانم پشت خطن. بده. ممنون. بله بهیجه خانم. احمد آقا سلام، ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم خانم، بفرمایید. باریش با شما تماس گرفت یا پیشتون اومد؟ بله اومد، یکم صحبت کردیم. هنوز اونجاست؟ نه خیر، فکر کنم رفت کنانو ببینه. آی وای خدا نگیم. بذارین بره، بره باهاش حرف بزنه، وگرنه کلی سوال تو ذهنش میمونه. ما هم نمیتونیم جواب سوالاشو بدیم و اون وقت اون به سوال پرسیدن ادامه میده. میدونی خیلی شبیه باباتی. مامان بزرگم هم همینو میگه. خوب ازت مراقبت کردن، شیر مرد شدی. خب چی کارا میکنی پسرم؟ مدرسه چطوره؟ خوبه. خوبه خوبه. درسات چطوره ها؟ خوبه، اونم خوبه. بعد از مدرسه چی کار میکنی؟ ورزش میکنی؟ آره؟ خوبه. فوتبال بازی میکنی؟ چی کار میکنی؟ نه، بسکت بازی میکنم. بسکتبال؟ خوبه، خیلی خوبه. آفرین، منم سن تو بودنی. به من چه؟ اومدیم اینجا راجب چی حرف بزنیم؟ چی؟ قرار بود همه چی رو بگی. چی شد؟ پس چرا راجب این چیزا حرف میزنیم؟ بریم سر اصل مطلب. باریش پسرم، باشه، ولی من که حرف تازه‌ای واسه گفتن ندارم. یعنی چی؟ نکنه بازم میخوای بگی کاری نکردم؟ ها؟ من اومدم اینجا حرف تازه بشنوم، واسه حال و احوال کردن نیومدم اینجا. پسرم میخوای باور کن میخوای باور نکن، من برادرمو خیلی دوست داشتم. هیچ وقت بین ما حرف تازه‌ای داری یا نه؟ اگه داری میشنوم. من نیومدم اینجا حرف تکراری بشنوم، فقط امیدوارم نخوای الکی تفره بری واسه من، چون خودت میدونی واسه چی اومدم اینجا.
نیومدم دست خالی برگردم خونه. پس واسه چی تو اینجایی؟ واسه چی من اینجام؟ باریش، میخوام به من نگاه کنی. کنان، تو با چه روی اومدی اینجا؟ کنان باید با حرف بزنم. تو چطوری اومدی تو؟ کنان لطفاً گوش کن. لطفاً بفرمایید بیرون. گوش کن، برو از اینجا. گوش کن. گوش کن. گوش کن از اینجا. آقای جم پیشنهاد خیلی خوبی دارن. منم تازه فهمیدم. جدن؟ نمیخوان همش با مدلای معروف و تکراری کار کنن، میخوان با کسی که معروف نیست کار کنن. مثلا من. چه جالب. خب نمیخوای چیزی بگی؟ ملیس جان، بعدن دربارش حرف میزنیم توی خونه. ما امروز کار خیلی مهم تری داریم. البته شما فکراتونو بکنین، صحبتاتونو بکنین، بعدش دوباره حرف میزنیم. خب الان جلسمون رو شروع میکنی، موافقی؟ حتما. حالتون خوبه؟ تو پسر علی هستی؟ بله. ولی شما از کجا میشناسینش؟ از کجا میدونین؟ بهتره نجینی. چرا؟ لطفاً ازم چیزی نپرس، اصلاً حالم خوب نیست. اما بعداً با هم تماس بگیر. باشه، ولی چرا الان با هم حرف نمیزنیم؟ بعداً لطفاً. بگیر ببینم. آره. نه، اینا همش واسه کیکه. آره. خب شروع کنیم، زود باش. ببین از این سفیده برداریم که اول روشو بپوشونیم، باشه؟ بعدش با این زردم روشو تزیین میکنیم. ای وای، منظورت از تزیین میکنیم چیه؟ یه دقیقه وایسا، حواسمو پرت نکن. ببخشید، میشه یه لحظه بیاین؟ واسه درست کردن پاپیون وردنی خاصی دارین؟ بله داریم، ترک باشه یا خارجی؟ خارجی، چهار کلمه. با اولین کلمه شروع میکنم. خسته شدی پسرم؟ نه یه جوره. خب راستش خانما معمولا با دوست پسراشون نمیانین. نه چیزه، ایشون روز پسرم نیستم، فقط دوستمن. اول اینو روشن کنم بهتره. به هر حال چیزه، ما از این خمیرا برداشتیم برای پوشوندن روی کیک. اینا رو با وردنه نرم میتونیم بازش کنیم، درست میگم؟ اوهو، پس شما هنوز اول راهی. باشه عزیزم، از زود یاد میگیرم، مشکلی نیست. زینب، به نظرم بریم یه جایی که تو این کار مهارت داشته باشن. این کارو بسپاریم به خودشون. سفارشمونو بدیم و بریم. اگه نه 10 ساعت ازمون وقت میگیره. ازمون وقت میگیره؟ پس تصمیم گرفتی به هم کمک کنی، درسته؟ از دهنم اینطوری پرید عزیزم، ببخشی. من بهت کمک نمی کنم. خیلی خوب. Thank you.
قلم طراحی خوراکی. اون چی؟ قلم طراحی خوراکیه. آره اینا رو هم برمیداریم. واسه چی برمیداریم؟ شاید روش یه چیزی کشیدیم. چیز دیگه ای لازمه؟ چیز وردنه میخوام. مثلا این. بیا جلو. واسه درست کردن گل قالب میخوام. واسه درست کردن پاپیونم. خیلی خوب. تا تو وسایل لازم رو برمیداری من یه نگاهی به اطراف بندازم، شاید یه چیز متفاوت پیدا کنم. یه دقیقه وایسا ببینم چی شد تو یهو اینقدر علاقه من شدی ها؟ یهو نشد عزیزم. خیلی چیزاست که تو در موردم نمیدونی. اگه ممکنه بذار همونطور بمونه ندونم. بعدم پشیمون میشی یا؟ فکر نمی کنم. مامان خیلی خوبه نه؟ تازه از این به بعد دیگه پول در میارم. عزیزم مگه تو به پول احتیاج داری ها؟ بالاخره یه روز باید خرج خودم و خودم بدم دیگه. تو میدونی من چی میگم؟ بله میدونم چی میگی، یعنی تو میگی نه. ببین ملیس جان، الان وقت این حرفا نیست. باشه عزیزم، تو خونه دربارش حرف میزنیم. حرف میزنیم دیگه. حتما. خیلی خب باشه. مراقب خودت باش عزیزم. بای بای. اصلاً معلومه چی کار میکنی؟ چی شد؟ خوشت نیومد؟ به نظر میاد خوشم اومده باشه؟ منو ببین، دیگه نمیخوام تو رو دوروبر دخترم ببینم. اگه یه بار دیگه هم دوروبر دخترم ببینمت. خب تولین، من هر چی بخوام، هر طور بخوام، هر زمان بخوام، قبلنم در این باره حرف زده بودیم. فردا ساعت 8 منتظرتم. اگه نیای یا دیر کنی کلاهمون تو هم میره. بفرمایید خانم تولین. خیلی ممنون تو زحمت افتادی، دست درد نکنه. این چه حرفیه؟ چی حرفیه؟ چه میدونم، بعضی وقتا مثل مادر بزرگا حرف میزنی. اونو میگم ممنونم پسرم تو زحمت افتادی. میخواستم بگم بیا برات یه قهوه درست کنم، ولی باز میخوای بگی مثل مادر بزرگا حرف میزنی. یه جوری صحبت میکنین که انگار ما از سر قرار اومدیم، بعد من تو رو با ماشین رسوندم، تو هم واسه این که یه لطفی بکنی منو دعوت میکنی بیام یه قهوه چایی بخورم. اینطور به نظر میاد. قرار؟ آره قرار. میخوای تو اول یکم به خودت بیا بعد؟ خیلی خوب، پس بهتره من دیگه برم. اینجوری بهتره. مزخرف نگو، بیا تو. بیا من میرم برات یه قهوه درست میکنم. حالا که اصرار میکنی چیکار کنیم دیگه؟ آره خیلی اصرار میکنم. راستی مگه تو قرار نبود ملیسو ببینی؟ نه یه دقیقه وایسا ببینم. تو از کجا میدونی؟ تو محل کار مامانم دیدمش، از اونجا میدونم. آه راستش عزیزم، هنوز وقت دارم، واسه همین نگران نباش. خیلی خوب پس بیا. بده من.
به نظرم خیلی قشنگ شد، نظر تو چی؟ آره خوب شد. پس خوبه. حالی باشه، پس من برم لباسم عوض کنم، چون که سر تا پام آردی شد. به لطف جناب علی، تا بعد. کرم چی کار کردی تو؟ خوشت اومد؟ معلومه خوشم اومد، خیلی قشنگ شده. مطمئنم خاله ژاله خیلی خوشش میاد، خیلی خوشگله. ببینم این چیه؟ زیکر؟ ما ایم دیگه، با هم درست کردیم. خوبه؟ زینب، کرم، ما دوتاییمون. زیکر خیلی جالبه. حالش که خوب شد یکی دیگه هم درست میکنی. درست میکنی مگه نه؟ معلومه درست میکنی. باور نمیکنی که خوب شد؟ باور میکنم. تو به ملی سنگ زدی؟ ساعت چنده؟ آره بهتره من دیگه برم. خیلی ممنون. میبینمت. خداحافظ. خداحافظ. باریش برای مامان بزرگ. چند دفعه زنگ زدم چرا جواب تلفن نمیدی؟ دلم خواست. من میدونستم اون بی حیا حالتو گرفت مگه نه؟ مامان بزرگ اصلا دلم نمیخواد حرف بزنم، خیلی خستم، میخوام یه دوش بگیرم بخوابم.
دخترا یه دقیقه میایین اینجا. این دیگه از کجا اومد؟ من درست کردم. جدی میگی؟ تو درست کردی؟ آره من درست کردم. تزییناتش هم کار خودته؟ بله با دستای خودم درست کردم. این چی اون وقت زی کر؟ آه اون چیزه، راستش من و کرم با هم دیگه اینو درست کردیم، یعنی کرم اینو کشیده. اینم یه چیزی مثل امضا میمونه، زینب کرم با هم درست کردیم شد زیکر. اینطوریه. وای خدای من، باریکلا کرم، خیلی قشنگه نه؟ دستتون درد نکنه عزیزای من، خیلی قشنگ شده، خیلی خوشگله. بگیر کیکو ببر. حالا چه جوری کیک به این قشنگی رو ببرم؟ ببر، چیزی نمیشه، کرم یکی دیگه میکشه. نه من کیک به این قشنگی رو خراب نمی کنم. یکی دیگه برات درست میکنی؟ عزیز دلم، من شما رو خیلی دوست دارم، میدونین دیگه. ما هم تو رو خیلی دوست داریم، میدونی دیگه. میدونم عزیزم، عزیز دلم. جان، همه چی خیلی خوب بود، ممنونم. خوشحالم که خوشت اومد. باران ها، تو سردت نیست؟ هوا خیلی سرده. نه گرچه خیلی هم سرد نیست، فکر کنم 17 درجه اینطورا باشه. نمیدونم. خب راستش اگه گرما بود خوب میفهمیدم. چه گرمایی؟ گرمای عشق. مسخره. ببخشه چوخی مسخره ای بود. گرما دیگه هر گرمایی میتونه باشه. مثلا چه میدونم، آدم وقتی مریض میشه خب تو رخت خواب میفته تب میکنه. بذار سرتو چک کنم ببینم. 32 اینطورا. بذار مال خودمو ببینم. مال منم 32ه. آره یعنی خیلی به هم میایم اینطوری به نظر میاد. آره منم همینو میگم، بعد جورم به هم میایم، قدمون، سنمون، اصلا همه چیمون به هم میاد. جان بذار منم حرفی که تو دلمه به زبون بیارم. باران، ما الان با هم دوستیم، با هم دیگه میایم بیرون، با هم دیگه وقت میگذرونیم، میریم بیرون قدم میزنیم، مگه نه؟ آره میگم میخوای رابطمونو یکم رسمی ترش کنیم. یعنی میگی ازدواج کنی؟